با درگذشت امید رضا میرسیافی در زندان اوین در آستانه سال نو، بار دیگه موضوع مرخصی های نوروزی زندانیان سیاسی بر سر زبان ها افتاد. در این رابطه با دوست همکار خوبم اردشیر خواهیم بود تا توضیحات بیشتر رو داشته باشه. اردشیر، درود بر تو. درود بر تو بهنود جان. خب باید بگم این اتفاق میدید در شرایطی اتفاق افتاده که امید رضا میرسیافی و خانواده‌اش بارها از مقامات قضایی درخواست مرخصی کرده بودن براش، ولی خب به نتیجه نرسید. امروز که با خواهرش معصومه من صحبت میکردم تلفنی، موقعی که داشت از بهشت زهرا برمیگشت به تهران، گفتش که امیدرضا به خاطر فشارهایی که در یک سال گذشته روش بوده خیلی اذیت شده. چون سوم اردیبهشت ماه امسال بازداشتش کردن، 41 روز در بازداشت بود، بعد با وثیقه 100 میلیونی آزاد شد، اما خیلی زود در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمش کردن و به خاطر تبلیغ علیه نظام ایشون رو به 6 ماه زندان محکوم کردن و بعدم به خاطر توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای به دو سال زندان محکومش کردن، اونم به خاطر هیچی، فقط یک نامه نوشته بود و اظهار نظر کرد. ما اردشی، به هر حال سپری کردن زندان در جمهوری اسلامی کار سختیه و واقعا خیلی دردناکه کسی که ناراحتی جسمی یا روحی داشته باشه بهش اجازه مرخصی و دیدار عزیزانش رو هم ندن تا در نهایت به این صورت جانش رو از دست بده. بله واقعا. من که آقای محمود سالارکی معاون امور زندان ها چند روز پیش گفته بودش که